رودی گرم شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه از این لحظه با شما همراه هستم به مدت یک ساعت و در این برنامه آقای سیاوش اوستا ما را همراهی خواهند کرد. در ابتدای برنامه بار دیگر به جوانان مبارز ایران زمین که در راه مبارزه و براندازی رژیم جهانیان و دزدان و فاسماد حکومت به رهبری اسد علی هر روز از جان مایه میگذارند تا بساط رژیم آخوندی را ریشه‌کن کنند درودی گرم میفرستیم و شما جوانان شکی در این ندارید داشته باشین که مبارزاتتان جهانی شده، به ویژه اینکه چند کشور برجسته جهان از جمله آلمان و کانادا کاملا در جهت خواستهای شما گام برمیدارند. تظاهرات 80,000 نفری در آلمان اثرات مثبتی در حمایت دولت آلمان از شما به جای گذاشته است. نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا دیروز رسما اعلام کردند که دیگر کانادا بهشتی برای افراد سپاه پاسداران و خانوادهشون و دزدان معروف نخواهد بود و اونهایی هم که در این کانادا با پولهای دزدی زندگی میکنن پولهاشون رو در حال ضبط خواهند کرد. در حالی که در تهران پاره از جوانان شعار میدن که به زودی آرامگاه و گور خمینی رو که از طلا پوشیده شده به یک کازینوی بزرگ تبدیل خواهند کرد، آخوند منتخب نیا نماینده پیشین مجلس طی سخنانی رسما اعلام کرده که دوران آخوندی در ایران پایان گرفته است. البته این یک ویدیویی داره که رسما میتونید صحبتاشو در فیسبوک ببینید، فیسبوک سیروس شرفشاهی این ویدیو در اونجا هست. آخوندی به نام عرابی در گفتگویی میگه معاش روزانه روحانیون مدت هاست که مدتی است که در حال با مشکل جدی روبرو شده و جرأت خروج از منزل را آخوندا و روحانیون نداره. حتی آخوندا ریش خود را تراشیدن و لباس روحانی را از تنشون بدر کردن و شبها گردو و بلال و در حال شلغم میفروشن. دو هفته که در این برنامه به پدران و مادران همین جوانانی که در خیابان ها هستن توصیه میکنیم که بیان در خیابان ها پیاده روها حضور پیدا کنن، نه شعاری بدن نه چیز، فقط تردد کنن، آرام راه برن. فراموش نباید بکنن که مقصران تراز اول همین انقلاب اسلامی، همین جنایت، همین دزدی ها، همین فسادی که در این حکومت هست همین پدر مادرانی هستن که اون روزها ندانسته تیشه به ریشه رژیم پهلوی زدن و در واقع تیشه به ریشه زندگی و هستی خودشون زدن و این روزگار رو برای همه آفریدن که امروز جوانانشون در خیابان ها فریاد مرگ بر رژیم اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. بنابراین ضرورت داره موقعی که جوانانشون در خیابان ها هستن شعار میدن، تیراندازی میشه، شعار در پیاده روها آرام راه برین بدون شعار بدون چیز، که یک جمعیت گسترده ای رو در سطح شهر تهران و دیگر شهرهای ایران داشته باشیم از مقصران تراز اول آورنده همین حکومت که امروز به حال بچه هاشون یکی بعد از دیگری با مسلسل به پیشانی هاشون کشته میشه. بسیاری از ایرانیان در نهادهای مختلف آلمان شاغل شغلای حساس هستند و دولت آلمان به این مسئله توجه داره و نقش آلمان و تایید مبارزات مردم ایران بسیار قابل توجه. آقای سیاوش اوستای عزیز ما روی خط هستند و با ایشون صحبت بکنیم. البته یکی از نکاتی که میخواستم صحبت بکنم اینه که جمهوری اسلامی داره سر به سر دانشگاهی ها میذاره، حمله ای کردن به اجتماع دانش این پزشکان ایرانی و یکی از پزشکان رو گفتن کشتن و این مسئله مسلما اگر ادامه پیدا بکنه دردسر بزرگی برای رژیم میشه، برای اینکه پزشکان اگر
دست از کار بکشن و اعتصاب بکنن. تمام بیمارستان ها، معالجات افراد مختلف، حتی خود عوامل حکومت دچار دردسر میشه. درودی گرم به شما آقای سیاوش عبستای عزیز. بسیار ممنونم که ما رو هر هفته یاری میدین با مطالب بسیار جالبی که در اختیار بینندگان این تلویزیون قرار میدین. درود بر شما جناب شرفشاهی. استاد شرفشاهی خسته نباشید، آرزو دارم شاد و تندرست باشید. درود دارم به آقای شهرتی، کارگردان خوب و پرتلاش تلویزیون پارس، و به برادرم مهندس امیر شجره دبیرکل این تلویزیون خردگرا و روشنگر. حالتون چطور استاد شرفشاهی؟ بسیار ممنون از محبت شما و خوشحال میشیم که ببینیم چه مسائل و مطالبی برای این برنامه تدارک دیدین امروز. با مهر یزدان پاک همواره سعیمون بر این بوده که تازه ها رو که کمتر میشتمیم و جای دیگه پیشکش کنیم. در ابتدا یک فیلمی داره آقای شهرتی، مکرون. چون این مکرون ما رو شما استاد شرفشاهی خیلی دوستش دارید، من میدونم که اش علاقمندید و مکرون رو خیلی دوست دارید، امشب یه خبر خیلی خوب برای ملت ایران دارم من. ملت ایران خصوصا جوانهایی که در میدان هستند و دارن عاشقانه مبارزه میکنند، ببینند که ایرانی برای تو ملت ایران، ببینید نسل جوان. من از این پیرپاتالا دیگه آقای شرفشاهی واقعا خیلی ناراحتم، ولی نسل نو و جوان، دختران و پسران آریایی که دارن سرنوشت ما رو در جهان و در تاریخ رقم میزنن و عوض میکنن، من ازشون سپاسگزارم و این هدیه به اونهاست. چون یک ایرانی 15 سالش بوده اومد پاریس و در چند دانشگاه درس خوند، پزشک شد به نام دکتر یزدان یزدانپناه. پدرشون مهندس بود و سال 1980 از ایران اینا خارج شدن و یزدان یزدانپناه شرفشاهی 15 سالش بود. مثل خیلی از بچه دیگه که اینا رو شما اسامیشون رو تو اون لیست که منتشر شده اخیراً دولت موقت میبینید، همه اونها اکثرشون از ایران خارج شدن، به ویژه بانوانی که اونجا تشکیل دادن زندانی های سیاسی بودن، شکنجه شدن، چه و چه، الان پست های مهمی در دنیا دارن، در دنیا دارن اداره میکنن. حالا آقای دکتر یزدانپناه از دست رئیس جمهور فرانسه که مشاور ایشون است، چون یزدان یزدانپناه عضو شورای علمی فرانسه است و مشاور مکرون هست، در به ویژه در رابطه با این ویروسی که بود ایشون خیلی نقش مهم و موثری داشت، ولی شوربختانه خودش مریض شد، با مهر یزدان پاک الان خوب شد. حالا همین فیلم رو میبینید که بزرگترین نشان فرانسه رو پرزیدنت مکرون در کاخ الیزه به دکتر یزدان یزدانپناه اهدا میکنه. Monsieur Yazdan Yazdanpanah, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. خب بچه های ایران، دیدید این یک پزشک لایق ایرانی است، در خارج از کشور در کاخ الیزه اینطور ازش داشت گرفته میشه، براش بهش نشان داده میشه. اون ور دنیا و از امریکا، کانادا، اروپا که گرفته، هر جا ایرانی هست در بالاترین پست ها حضور دارن، از رئیس پارلمان گرفته تا وزیر و و و. حالا ببینید شما این حرامزاده های تازی اشغالگری که سرزمین ما رو اشغال کردن، این تازیان و الان اینا همه در حاکمیت تازی هستن، اینهایی هم که الان وارد کردن برای سرکوب ایران، درسته که توسط روسیه رهبری میشن، درست همونطور که مسجد گوهرشاد به توپ بست الان داره بچه های ما رو میکشه و از روز اول انقلاب، حالا وقت نیست من برای شما تعریف بکنم چجوری از هم روز نخست انقلاب سیاه روسیه در ایران حاضر بود، چون قبل از اونم در انقلاب سیاهی که آفریده میشد، به ویژه هفته شهریور و غیره، فلسطینی ها اگه در ایران بودن،
نیروهای مارکسیستی اسلامی و غیره اگه در اینا بودن، همه اینا نیروهای چپ بودن که نوکر رو اتحاد جماهیر شوروی بودن. یعنی اتحاد جماهیر شوروی اصلا موقعی که 110 سال پیش روسیه به توپ بعد مسجد گوهر شده، تا به امروز تو ایران روسیه داره هدایت میکنه قتل عام. خب حالا شما دکتر یزدان پناه رو دیدید، از اون طرف الان بیاد ببینید که این بچه های ما رو اینها آقای شرفشاهی چگونه میزنن. ایران عرب، یک فیلم دیگه است به نام ایران عرب که با هم میبینیم آقای شرفشاهی. این بچه های ما اینو نشون نمیدن به ترسن، چون الان بچه های ما جلو هم، بچه های ما الان پیش هم، بچه های ما توی را هم بهتر از اونا اینا رو میزنن، نابودشون میکنن و و و. ولی میخوام قساوت و توحش اینها رو، یعنی تا چه حد اینها وحشی هستند که آقای شرفشاهی یک نفر میفته به جون، ببخشید، یک گروه موتور سوار و مسلح و اینا میفتن به جون یک نفر و این یک نفر رو نمیدونن که آقا این ور اونور دوربینا کاشته شده. حتی من اینو بگم اینجا، آقای شرفشاهی بایستی به عنوان ثبت در تاریخ اینجا این رو بگم که اکثر این فیلم برداری هایی که شده و پخش میشه، جدا از اینکه کار دوربینای دستی بچه هاست، آقای شرفشاهی بیشتر این کارها اینا رو بچه های خود حفاظتی ایران از طریق دوربین های مداربستی که در شهرها کارگزاری شده، از اونجا اینا رو میگن، یعنی در درون خود نظام. و همین خاطری که من میخوام بگم در درون ایران، ایرانی رو نمیکشه، ایرانی با این اعراب مبارزه میکنه. حتی تو همین فیلم شما الان خواهید دید، تو همین فیلم 40 ثانیه است، آقای شرفشاهی میبینید که 40 تا سیاه‌پوشای فاشیستایی که معلوم میشه از حرمزاده هستن که از جهنم وارد شدن، میافتن رو سر یه بچه دار میزنن، دو تا پلیس که رنگ روشن لباسشون میان که بچه رو نجات بدن، لباس هم تنشونه، کلام تنشونه، اینا همین. میبینین این فیلم نگاه کنین، اون آقایی که لباس روشن داره سیاه رو میزنه، لباس سیاه رو عربا رو که آقا نزنید برین کنار، خود اینو میزنن. یعنی نگاه کنین خود پلیس ها الان میزنن این سفید پوش رو که رفتو آن بدیدین دارن میزننش. و از این نمونه یعنی این دوربین های اینها دوربین های شهریست، یعنی الان با مردم، همه ملت ایران با مردم هن. این حرامزاده های ظالم و ستمگیر، ببینیم وقتی این جور بچه رو میزنه بعد هم یه تیر میزنه میکشه، ما یه کشته میدیم اونا ده تا میدن. این رو من به اطلاعاتون بشونم آقای شرفشاهی، الان نمیگن به ما اینا رو نمیذارن پختوشه، ما هم نمیخوایم بچه ها روحیهشون خراب بشه، وایی که روحیه اینقدر قویست که خراب شدنی نیست. الان مردم ایران پیش هستن. شما ببینید در خارج از میهن نخبگان ایرانی بالاترین پست ها رو دارن، به کاخ ریاست جمهوری پاشوما میشه. همه این بچه‌ای که اینطور دارن اینا کتک میزنن، همه کسانی هستن آقای شرفشاهی که نابغن. و نسل کشی تازیان در ایران 1400 سال ادامه داره. شما در نظر بگین سال 60 که اینا شروع کردن 124 زن نفر اعدام کردن از جوانای 13 ساله تا 25 ساله، اینا همه نسلی بودن که برای فردا ایران کارساز بودن. نوید افکاری که 2 سال پیش با هزاران نفر دیگه کشته، اینا نسل جوان و گنجینه ها ثروت های ما بودن. یعنی ملت ایران، پیر زن، پیر مرد، هر روز نشستی پای سجاده احمق، اینها اشغال کردن میهن تو، قتل عام میکنن فرزندان تو رو، 1400 سال دارن نگار میکنن. 2 سال پیش کردن، 6 سال پیش کردن، 8 سال پیش کردن. شما پاشید بیاد از این بچه پشتیبانی کنید آقای شرفشاهی عزیزم. عذر میخوام، باید رک با مردم صحبت کنیم دیگه، چون امروز من شنیدم حتی تو خود ایران همین حزب الله درجه کیشون دیگه اونجاشون حسابی میسوزه از اینکه بچهای ما بینا فحش خواهر و مادر میدن. از بچگی ما یاد گرفته بودیم که آقا فحش ندید، فحش خواهر مادر بده. آقا برای شکستن قداست این حرامزاده ها که مادر بزرگی بچه‌ای که کشته شدن و مادرشون همچنان روسری لچک رو سرشونه و سجاده و تعظیم میکنن به تازیان و صلوات و درود میفرستن به تازیان 17 بار در روز، این کود این یه آدم قابل احترام نیستن. بعدم آقای شرفشاهی 1400 سال پیش اینا به ما حمله کردن، صبح تا شب همه میان میگن سال 1401 سال. آقا نگید این تاریخو، بچه هاتون ببینین چی میگن.
شما تاریخ شاهنشاهی دارید ازش استفاده کنید. یهودی ها تاریخ 5700 ساله دارن ازش استفاده کنن. مسیحا 2000 ساله دارن ازش استفاده کنن. زردشتی ها 3700 ساله دارن ازش استفاده کنن. ایران تمدنش 7760 سال سابقه داره، تمدن دینی هم نیست. از تاریخ 7760 استفاده کن. 1400 یعنی تاریخی که تو رو داغون کردن. تو میگی در این داغونه های شرفشایی حنانه رو همه شما اسمشو شنیدیم، خانم حنانه تازه عروس آیش شهرتی فیلمشو داره. این دختر شما ببینین دختر چه نشاطی، چه شوری، چه عشقی. و همونطور که آیش شرفشایی گفتیم بچه های ما همه هنرمند بودن. گوش کنید ببینین چی میخونه این حنانه که کشتنش این تازی ها. میبینید اینا همه بچه ها هنرمند. یعنی هنر یعنی چیه؟ خیلی قشنگتر از خیلی هنرمندایی که الان استیج پیدا کرده این بچه ها هنرمندن، کار میکنن. با خیلی هاشون من در پیوند بودم، اینا میخواستیم بیان خارج هنرمند بشن. ایران هنرمنده، زن ایرانی، دخت ایرانی. من میخوام بگم توف به رفیقان من در داخل ایران، هنرمندان بالا و تراز اول، که شما نمیاین از اینا پشتیبانی کنید، نمیاین توی خیابون. پگاه آهنگرانی آقای شرفشایی عزیز، پگاه آهنگرانی دختر خانم بود که با نخستین فیلمشو با دوست نازنین من رسول صدر عاملی بازی کرد و من چیز هستم، ترانه هستم، 16 ساله. ایشون به یک فستیوالی دعوت شد. امروز آقای شرفشایی ایشون یک لباس مینی جوب اصلا مینی جوب نه، یه پیراهن پوشید تا بالای پاش و گیسوانش آزاد و اومد اونجا سالن رو به هم ریخت. من میخوام بگم ای مردم، ای هنرمنده که دیگه الان من بهتون کار نمیدن، فردا انقلاب میشه. شما که یک عمر خیلی سینما ایران خوب بود، من از سینما ایران بخش خوبش آقای شرفشایی استاد همیشه تعریف کردم، ولی شما خودتون آتش بیان معرکه نظام سادات تازه جمهوری اسلامی بودین. توی سالها فیلمای علکی جنگو ساختید، از ارتش چی نشون ندادید، تمام دلاوری ما ارتش بود. شما از پگاه آهنگرانی یاد بگیرید، بیاین توی خیابون، بیاین توی خیابون. So we have one prize here. Best short fiction award goes to Palavision. پیرزن پیرمردا، من به همه مادر و پدرهایی که هنوز تازی پرستن، روسری به سر دارن و سجاده نشستن، میخوام بگم بیاین بیرون، چون ما نیازمند تظاهرات بزرگ میلیونی هستیم که اینها رو در ایران کلن خلع سلاح کنیم. تظاهرات سوم که اینا از الان ترسیدن، حالا بعد صحبت میکنیم در موردش، آقای شرفشایی دارن تفرقه میافرینن. تظاهرات سوم تظاهرات سقوط این نظام است. بیاین بیرون مردم. بعد این هفته نامه نوبل ابزارتوار و نوبل ابزارواتور یه مقاله نوشته در این هفته، شما نمیدونم دیدین یا نه، گفته خلیفه ایران در حال مردنه. این مقاله رو نمیدونم، شما چون نفوذی دارین در رسانه های اونجا و تسلط دارین، همه رو بررسی میکنین، این مقاله رو شما دیدین؟ من اینجا متنش البته دارم که گفته این در حال نزد و جانشینی اونم دشواره و کهنه پرستی رژیمی که در حال ستیز با جوانانه، پایان حکومتش با رفتن این رهبر جمهوری اسلامی آغاز میشه. بله دیدم اینو، پس به آگاهیتون برسونم، چون شما استاد مطبوعات هستید استاد شرفشایی و یکی از بهترین روزنامه ها، روزنامه واقعا یومیه
در آمریکا با چه زحمتی در میاریم برای که خوشحال بشیم. من به آگاهیتون برسونم استاد شرفشاهی در فرانسه حدود 200-300 تا روزنامه است، مثل لوموند و لیبراسیون و نوبل ابزرواسیون و همین لوپوان و پاریماچ و همینه که فرمودید. آقای شرفشاهی، بازم بچه های ایران عزیزان من خوشحال بشید، اینها خبر خوشه. آقای شرفشاهی، روزنامه در فرانسه نیست که یا روی جلد به ایران اختصاص نداده باشه و یا در داخل صفحات متعدد این روزا از ایران ننویسه. همه رسانه های فرانسه بلا استثنا از 40 خورده روز پیش که این جریان شروع شد، همه بلا استثنا محکم گذاشتن پشتش. الان چون صحبت شد و پیش از این که با هم صحبت کنیم من با بچه ها صحبت میکردم، ببینین اتفاقات چقدر قشنگه. من امروز صبح یه نامه، نه که ایمیل، نه تلفن، نه واتساپ، یه نامه پست شده بود که این روزا پست و نامه اصلا چیز خیلی کمه، ایمیل میزن. نامه پست شده بود، طرف یکی از استادای بزرگ موسیقی فرانسه است، چون ازش اجازه نگرفتم اسمشو نمیگم، ولی استاد بزرگی است که در اپرا، دو تا اپرا داره پاریسیشون، برنامه اجرا کرده میکنه، شاگردای بسیاری داره، استاد دانشگاه. برای من این نامه نوشته بود، میگفت فلان این تو از من یادت میاد، من توی منیل مونتان که تو دفتر داشتی، مغازه داشتی، کپی شاپ، 35 سال پیش باید همسایه بودم روی این. بعد وسطش میگه من بگو چه میتوانم بکنم که از این انقلاب لایک و خردگرای مردم ایران پشتیبانی کنم. من هرچی فکر کردم این استاد میشناسمش، آدم مشهوری، ولی یادم نمیاد که با من همسایه بوده 40 سال پیش. بعدن که یکم فکر کردم روی اینترنت دیدم ها، یادم اومد اون موقع جوان بود، حالا یکم وزن شده. آقای شرفی بعد باهاش صحبت کردم، گفت من میخوام یک موزیک بزرگ بسازم در سپاس از این جوانان ایرانی، تو منو کمک کن، به من خواننده بگو بیا مجانی من میگم ضبط کنه بخونه و و و. آقای شرفشاهی، این بچه‌ها شورش به پا کردن نه تنها در ایران، در جهان. شما جایی نیست که یک از بچه‌ها رفته بود سفر و از سفر اومد اروپا با ماشین رفته بود، آقای شرفشاهی میگفت من تو دهکوره‌های شهرهای بلژیک، هلند، همین فرانسه، تو ده میرم وای میستم توی کافه یه قهوه بخورم، میبینم دارن مردمی که تو کافه هستن در مورد ایران صحبت میکنن. این بچه های کولاک کردن. حالا همین جای شرفشون شما این داشته باشین، چرا چنین انقلابی پیش اومد؟ ای ابلهان سجاد نشین تازی پرست همدم همیشه گویان 1401-1401، خاک بر سر من بکنن تا ایت شعورم نمیرسه. آقای شرفشون، یکی از عللی که این انقلاب جهانی شد میدونین چی بود؟ یکی فقط، روسریشون و دخترها ایران آتیش زدن. تو این فرانسه یارو بدبخت بیچاره از ترس شوهرشو، از ترس محلشو، از ترس ننه باباشو فلان اینا توی تونس و الجزایر و مراکش بدون روسری را میرن، میاد اینجا ترس فامیلش با دفاع دعوا میکنه که روسری نگه داره. این خود فرانسوی میگن. ولی در ایران بچه ها نه که روسری رو وردارن، های شرفشاهی، روسری رو سوزوندن، سوزوندن روسری رو. آقای شرفشاهی، توی ایران مردم نیومدن شعار بدن مثل بهار عربی که من با آقای احمد بن نور مصاحبه کرده بودم قبل از اون، تونسی است، وزیر اطلاعات تونس بود و رفیع برقی، به اون خودش قصه داره که انقلاب شروع شد. مردم ایران نیومدن مثل اعراب که انقلابشون رو شروع کردن با الله اکبر بگن، الله اکبر. برای همین من میبوسم دست و پای بچهای جوان رو. آقای شرفشاهی، اینا با این شروع کردن که بیزارم از دین تو، بیزارم از دین تو، نفرین به آیین تو، بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از دینه پیشانی و دلهای سنگین شما. همینجا هم این تو پرانتز بگم به شما گوش کنم آقای شرفشاهی، برای اینکه بدونیم که جمهوری اسلامی در خارج از کشور تا چه حد نفوذ مالی داره که این 167 میلیارد دلاری که اوباما بهش داده داره بر طریق بنیاد علوی که حضور داشته، که اصلا اینا همه ما داریم ها، یعنی من خودشون اونا میدونم که اسم همه این مزدورای
این شرف رو داریم که چقدر میگیرن، از کجا میگیرن، چه میگیرن، به موقعش اینا رو افشا میکنیم. میخوام این بگم که این حرومزاده ها در خارج از کشور که نمیان این دو مورد رو مطرح کنن، آقا اینا دارن میسوزونن رو سری رو، اینا دارن میگن بیزارم از دین تو، نمیگن. چرا؟ چون همون خط قرمز جمهوری اسلامی است که میخواد از دلش این خبر الان به شما بدم. میخواستم آخر برنامه بگم، الان به شما بگم. اطلاعات دقیقه، اطلاعات دقیقه دقیقه آقای شرفچایی. اینا میخوان بو اصلاح طلبا رو همینطور که لخت و پتی و مشروب خور اینا، فکر نکنید اصلاح طلب میاد با ریش و پشم اینا. همون موقعش خاتمی رفت با خارجی ها همه دست داد، همون موقعش قرار بود بیاد پاریس، قبول کرده بود که شراب ژاک شیراک بذاره سر میز ولی برای کوکا بریزن. میخوام بگم یعنی فکرم نکنید فردا دختر لخت میاد شراب داره میخوره بچه بچه اینا نوکر جمهوری اسلامی نیستن. جمهوری اسلامی حدود 800 هزار نفر رو بعد از جریان ویروس روسیه فرستاد خارج با برنامه‌ریزی بود. این 800 هزار نفر الان بیخ گوش من و شما، اونایی که میان میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این بانتا همه کسایی هستن که زمینه رو برای قدرتیابی اصلاح طلبا دارن درست میکنن که این انقلاب رو بدزدن. هوشیار باشیم. کسی میخواین امتحان بکنید که با شما هست یا نه، یک این شعار مرگ بر چیز نبایست بده، دومی که باید روز سری سوزان بگه، و سوم این که بایستی بیزارم از دین شما رو مطرح کنه. کسانی که نارو مطرح میکنم نمیکنم در کادر پنهان همکاری با جمهوری اسلامی هستم. بله، من آقای سیاوش عبستا، جمهوری اسلامی شروع کرده در کنار این تظاهرات جوانان و دانشجویان یک گروه های رو ساخته و پرداخته، اینا رو گذاشته که به سود رژیم میرن، این ورانبر وامیستن و ده ها تظاهرات بکنن به سود حکومت. یکی از مسائلی که همکنون مطرحه ای که این مجلس شورای اسلامی هر از گاهی داره یک قانون تصویب میکنه که 20% 30% کمک کنن به هزینه این ده گروه های آدمکش و مسلسل به دست که حقوقاشون اضافه کنن، پول بدن که پریروز مجلس دوباره 20% به حقوق اینا اضافه کرده، در حالی که در کنار این مسائل حتی به اساتید دانشگاه بی‌حرمتی میکنن. یه استاد دانشگاه رفت کانال 4 تلویزیون جمهوری اسلامی داشت صحبت میکرد که شما به این جوانان یه مسکن 20 متری ندادین تا بتونن نان و ماست و نون و پنیر در اونجا بخورن، آرامش بگیرن. شما چه انتظاری از این آدم ها دارید؟ این اومدن این استاد دانشگاه داشتی که همین حرفا رو میزده، از من برنامه بیرون کردن و فرستادنش و به این برنامه خاتمه دادن، اون کنار گذاشتنه. اینی که اصلا به افرادی که دارای سواد و شعور و اینا هستن، اینا مرتب بی‌حرمتی میکنن. همینه که میبینیم الان خوشبختانه دانشگاه های ایران به تعطیلی و اعتصاب کشیده کارش، و این جوانان دانشجو همیشه موقعی که یک چنین حرکتی را آغاز میکنن به این زودی ها در حال رها نمیکنن این مسئله رو. ولی میخوام که شما هم در حال توصیه کنین به این پدران و مادرانی که مقصرین اصلی روی کار آوردن این آخونده هستن و این سیستم و راه و روش رو برای مملکت ما درست کردن، به اینا باید توصیه بکنید که این داستان رو باید خیلی جدی گرفت، با این رژیم باید مبارزه کرد، باید در حال اومد تو خیابونا کنار پیاده راه را رفت بدون ساکت، بدون شعار. کسی نمیتونه بیاد بگه تو راه داری میری، خیابون کنار پیاده راه، ولی اینا مقصرین اصلی هستن، باید بیان به جوانان خودشون یاری برسونن و یه جمعیت بزرگتر، تا اینا نتونن هر روز یه طرح تازه رو درست کنن، یه گروه هایی بسازن بیاد حمایت کنن از رژیم یا اینا. گفتم که این نشریه فرانسوی در حال که تسلطی رمضان داخل ایران دارن، گفتم وضع حال سید علی خامنه ای زیاد درست نیست. اینی که اگر این ماجرا رو جوانان ادامه بدن با قدرت بیشتری، به زودی پیروزی از آن اونا خواهد بود و مملکتمون رو از دست این آخونده رها میکنن.
فرمایشتون بسیار درست است استاد شرفشاهی، و به همین خاطر ما بایستی به اون ابلهانی که پای سجاده هنوز نشستن و به تازیانی که 14 قرن مملکت ویران کردن از 1400 سال پیش تا الان، ما بینا باید بفهمونیم که اینها اهورامزدا خداوند این هاست که هم داناست هم توانا، و این دانایی و توانایی رو آسمون نیست، توی همین دستان و تفکر و اندیشه های همین بچه هاست، یعنی شمایید. اون مزخرفات الله ملا محمد اینا رو باید فراموششون بکنیم، و میخوام به این برای همینی که این مفیده، این کار حرف زدن این گونه برای مردم مفیده. همزمان میخوایم میگیم ابلهانی که هنوز به سید اولاد پیغمبرش معتقدن و فکر میکنن سید علی خامنه‌ای فلان است اینا، بابا این مرده، من قاطع به شما میگم این مرده. سید علی خامنه‌ای که سابق بود ما میشناختیم وجود نداره. آقای شرفشاهی توی پاریس، توی پاریس قبل از اخبار ساعت 8 یه برنامه هست که طرف میاد ماسک میذاره، ماسک مکرون رو میذاره، پوتین رو میذاره، هر کی وقتی که ماسکل میکشه تو سرش هیچ کسی میتونه بفهمه که اون نیست، دقیقا شبه اون میشه. یعنی اون رؤیا و خیالی که دوست عزیز ما رضا بدیعی سازنده فیلم میسیون امپوسیبل بالاتر از خطر تو فیلماش نشون میداد که اون ماسک میزد سرش، این الان آماده است، درسته شما میتونید ماسک هر کی میخواین عکسش رو بدین با 50 دلار روی اینترنت براتون میسازه، ماسک رو میکشید میشید خامنه ای، ماسک رو میکشید میشید قالیباف. این ماسک هم که نباشه، ما سند نشون دادیم کنونسازی ما اصلا شاکشاک مخالفت کرد که تو فرانسه این کار اعمال بشه. اینا رو میگم آقای شرفشاهی برای اونایی که کمی اعتقاد دارن ها. ایگه دو از نظر دینی قربونتون برم، من سیاوش اوستا که دارم مرتب میگم دشمن اصلی ما سادات تازی هستن، ولی سیدها نیستن، سید خوب زیاد داریم. یه سند دیگه امروز داریم، آره، آیت الله مرتضی جزایری، ایشون 87 ساله بود که 14 سال پیش از دنیا رفت. من افتخار این رو داشتم که مثل علامه طباطبایی با آیت الله جزایری هم رفیق بودم، آشنا بودم، تا یکی دو سال قبل از مرگش هم باش تلفنی صحبت میکردم. آقای شرفشاهی ایشون 40 دقیقه ازش نوار هست، من توصیه میکنم که همه برن 40 دقیقه رو گوش کنن. لب به قضیه در مورد عرب و اسلام یک آیت الله سید میگه. الان اینجا آقای شهرتی دارم فقط یک دقیقه، نه 40 ثانیه، ما از آیت الله جزیره رو بشنویم که ببینیم اینایی که الان شما بچهاتون رو دارن میکشن، یا همونایی که میگن سید اولاد پیغمبر، یا همون خامنه ای میر حسین موسوی سید اونم، خاتمی، همینایی که نماز جمعه دارن، همین موسویان که فرمانده ارتشه که سیاری رو کشته، معلوم نیست چیکارش کرده و غیره، اینا همه یه تیم هستن که از زمان خدیجه و محمد بر اساس سوره روم آیات 1 تا 4 ساخته شد اسلام که ایران رو داغون کنه، ایران رو نابود کنه. جزایری رو گوش کنین یا آیت الله است. یه دقیقه از 40 ثانیه، از 40 دقیقه تمام تشریح میکنه. اصلا جزایری میگه، آقای شرفشاهی من نمیگم، جزایری تو همین 40 ثانیهش، نه تو 40 دقیقهش، برید گوش کنید. مرتضی جزایری بزنید تو اینترنت هست، مرتضی جزایری میگه، آقای شرفشاهی میگه که عرب روم به اینها داد، عرب در زبان روم یعنی وحشی. حالا ببینیم این 40 ثانیه رو گوش کنیم. تاریخ هیچ اثر فرهنگی نمیبینید، حتی چیزهایی که مال خودشونه که به دروغ ساخته شده باز منشأش کیه؟ ایرونیه، مصریه، آفریقاییه، یک دونه. این همه کتاب داره اسلام، شما یه دونه کتاب به من نشون بدید که این رو یک عرب نوشته باشه، خواهش میکنم. آقای پسرم اون سراغ دارید بدون کتاب؟ بعدن پیدا بشه. بله تمام تکیهشون به صحاح ست دیگه، 6 تا کتاب. آقای شرفشاهی این فرد آیت الله
بهش میگم آیت اهورامزدا. این انسان دلیر کسی بود که ناصر پدرسوخته مکارم شیرازی، همین پدرسوخته ناصر مکارم شیرازی تو مکتب اسلام کار میکرد مجله و شاگرد ایشون بود، چون رئیس مکتب اسلام این بود، آیت الله شریعت مداری کاظم، آیت الله کاظم شریعت مداری این مکتب اسلام رو پولش داد، ساخته شد زمان شاهنشاه، یه مجله خوب بود که به اسلام پستان کار نداشت، اسمش بود مکتب اسلام، ولی مقالاتی که می‌نوشت همه خوب و خردگر بود، همینطور سبکی که آقای جزیری صحبت میکرد. خب آقای شرفشاهی وقتی این آخوند آیت الله دیدین عمامش هم سیاسی سید میاد میگه اینا هیچ کتابی ندارن، هیچ چیزی به درد بخور ندارن، آقای شرفشاهی وقتی اینو میگه اینه قرآن هم نفیش میکنه، کتاب دعار هم نفی میکنه، خیلی قضیه مهمه، پیر زن پیر مرد مسجد برو، بلند شو برو جلو بچه هات، فردا میفتی میمیری، چرا جووناتون رو نابود میکنید؟ برید میلیونی که بیان بیرون، این نظام رفتنی الان آقای شرفشاهی ببینید این بچه های سلحشور هر شب توی خیابون هستن و آقای شرفشاهی کار قشنگی که کردن این عمام پرونی این هاست، این عمام پرونی رو ببینید، ببینید عمامه ها رو کار شده نگاه کنید دختر پسر با برنامه آخوند شکار میکنن، صدها ویدئوی جوری شما دارید، من اصلا بچه سیارو رو دیگه به خم کردن به زمین انداختن میندازن در عمام پرونی، این بچه ها با فحش دادن که کار بسیار خوبیه، فحش خوار مادرم بینادن کار بسیار خوبیه، چون حتی حضرت علیشون هم آقای شرفشاهی تو نهج البلاغه فحش خوار مادر میداد، ولی این شیخ رضی که اینا رو آورد گذاشت و اینا 300 سال بعد از علی کتاب نهج البلاغه سید رضی ایرانی بود نوشت، فحشای علی رو برداشت، علی میگه خوار مادرت ای ماویه، این اومد خوار مادرت گذاشت مادرت به عزا و گت بنشیند، هست الان مادرت به عزاد بشیند، مادرت برای او یک جگر پاوله کند، ولی فوش خوار مادر بود علی میداد. خب وقتی بهش گفتن علی چرا فوش خوار مادر میدی؟ گفت باید قداست معاویه رو بشکنم، وقتی که من گفتم که آقا این سلیمانی مرد 20 میلیون برش مادم تو خیابون بیان بگیم اینا خودشون کشتن، بعد ترامپ اینو گفت پیلان عثمانش کنیم، مخالفت پیلان عثمانش کنیم، بزنیم تو رژیم رو بندازیم، با 20 میلیون که تو خیابون بودم میتونستیم بزنیم نظام رو، ولی نزدیم. خب حالا الان بچه ها میگن این قداست اسلام روحانیت همه چیز رو ما میزنیم میشکنیم، با فوش دادن، با عمامه بر زمین انداختن، با مسخره، تازه های شرف شدید چیزه دیگه از آخونده اومده صحبت کنه، فوش و خارمدن دخترها میدن به نماینده خامنه ای، اینها هیچ اشکالی نداره، شجاعت و سلحشوری میشونه برای اینکه قداستی وجود نداشته باشه. 40 سال پیش من نوشتم خدا رو در خواب دیدم زار زار گریه میکرد، من با خدا رقصیدم، خدا رو از اون بالا خداشون آوردیم پایین، آقای شرفشاهی باش رقصیدیم، خدا دیگه یک مش عرب تازی ستمگری که میبینید تامی الان چگونه دارن جنایت میکنن، اینا همه چیزشون باید از صفحه تاریخی ایران اهورایی پاک بشه و توفو بر کسانی که نمیان این حرفا رو به مردم بگن و آگاهی مردم برسونن، میان دارن به گونه های همونطور که شما فرمودید خیلی هم خوب فرمودید در ایران 20% حقوق اونا رو اینا رو میارن بالا، تو خارج به اینا پول میدن از اون 167 میلیارد دلار و بنیاد علوی که پول داره، چون پولای سیاه دیگه، سیاه میدن توسط آمریکایی میده، توسط انگلیسی میده، توسط فلان هم میده، صندوقشون دست این است. آی شرفشاهی عزیزم پیروزی نزدیک است، فقط باید به اینا اجازه ندیم که اینها بتونن الکی بیان انقلاب صاحب بشن، پرنس، من بهش میگم پرنس، و بچه ها در داخل ایران از من خواستن که اینو بگم، گفتن ما نمیخوایم بگیم شاهزاده رضا پهلوی، چون شاهزاده که میگیم ما رو یاد آخوندزاده و آقازاده و میخوایم بهش بگیم پرنس رضا پهلوی، پرنس رضا پهلوی که بهش شادباش میگم زایش ششرو آقای شرفشاهی سخنگوی بسیار خوبی بوده، شهبانو فرح عزیز بسیار عالی توی سالها کار کرده، مردم ایران، ایران آزاد میشه به زودی با مهر شما و همه تبعیدی یا همه افتخاراتی که شما آدمهایی که میبینید در دنیا افتخار هستن اینا میان توی مملکت با دست توانای شما همه با هم اون مملکت آزاد و آباد میشه. بله این مسئله این که خامنه ای زنده است یا مرده است و شما در حال معتقدین که ایشون مرده،
میدونین که مملکت دست سپاه پاسداران آخونده کاره ای نیستن. تمام جنایت و تر و برنامه ها رو سپاه دست روسیه است. سپاه تو دست روسیه است. بله سپاه داره همه کارا رو سپاه پاسداران میکنه و مشکل مردم با این سپاه است که این آخونده رو نگه داشته. ولی خامنه ای رو میدونین یک شکل و تصویر تازه، یه چهره تازه، یه آدمی رو درست کردن عین اونه، یعنی هیچ تفاوتی نمیتونه، فقط گویا قداشون یه خورده تا چند اینچی کمتر و بزرگتره، ولی عینش سپاه درست کرده که نپاشه اوضاع اصلا و دست خودشون باقی بمونه. اینو درست کرده، هر موقع میخوان میارنش اونجا و چند کلمه ای صحبت میکنه، صداشم صدا گذاشتن خیلی جالبه، عین صداهای خامنه ای رو میگیرن میذارن تو صحبت که این داره میکنه، در حال این ماجرا رو به این شکل دارن همچون ادامه میدن. حالا تا کی بتونه این حکومت باقی بمونه با خداست. از شما خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین و مطالب جالبی رو رفته برای ما جمع جور کنین و در اینجا در حال در خدمتتون باشیم و اونها رو بشنویم. از شما سپاسگزاری میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. منم سپاسگزارم استاد چرفشایی و همیشه سیاوش اوستا یه 30 ثانیه کلام آخر بگه که مردم کیف کنن. اون 30 ثانیه اینه بچه ها، وقتی میگم این مرده حاجی خامنه ای برادرشه، محمد خامنه ای برادرشه، تو مشهد یکی که تو تهران خواهر ایشون، این آقای شرفشایی سابق هر موقع تولد محمدی علی بود میرفتن اونجا تو خونش میدیدنش، چند سال نرفتن ندیدنش، خودشون اینو دارن میگن، برادرش خواربدرش اینو نمیبینن، نیست، مردم وجود نداره، بیاین تو خیابون. سپاسگزارم آقای استاد چرفشایی، از آقای شرعتی عزیز سپاسگزارم، روز و شب خوشی داشته باشید. بسیار ممنونم بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش اوستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.